سلام، به کلاس نقاشی مادر خوش آمدید. دفعه قبل هر یک از ما وقت داشتیم تا یک نقاشی به عنوان هدیه برای یک شخص ارزشمند بسازیم. اگر هفته گذشته به آن شخص هدیه داده اید، ویدیو را برای لحظه ای متوقف کنید و آزادانه احساس خود و واکنش آنها را به اشتراک بگذارید. آیا احساستان را به اشتراک گذاشتید؟ در ادامه کلاس گذشته، امروز زمانی را خواهید داشت که برای همسایگان خود قلبی با محبت داشته باشید. امیدوارم با انجام فعالیت امروز عشق به همسایگانتان بیش از پیش در دل شما کاشته شود. همانطور که با هم کار میکنید، امیدوارم به این فکر کنید که عشق به همسایه چقدر با عشق خدا ارتباط دارد. سپس اجازه دهید فوراً فعالیت امروز را توضیح دهم. ابتدا با شخص کنار دست خود یک تیمی دو نفره تشکیل دهید. لطفاً بعد از به اشتراک گذاشتن نقاط قوت و ضعف خود، شریک متفاوتی از آخرین باری که طراحی بدن را انجام دادید انتخاب کنید. بعد از شریک شدن با شخص دیگر، هر اثر هنری را که تا به حال تکمیل کرده اید به یک دیگر معرفی کنید. از اولین اثر هنری شروع کنید. آنچه را که بیان کرده اید و اینکه چگونه آن را بیان کرده اید معرفی کنید و آزادانه آنچه را که در طول فرایند احساس کرده اید به اشتراک بگذارید. اگر همکلاسیتان به شما اجازه می دهد، نامه ای را که برای خودش نوشته است بخوانید، می توانید آن را ببینید. اما اگر همکلاسیتان نمی خواهد نامه اش را به اشتراک بگذارد، لطفاً به آن نگاه نکنید و ادامه دهید. شخصی الف ابتدا به اشتراک می گذارد و شخصی ب گوش می دهد و در صورتی داشتن سوال می پرسد و می گوید که هنگام گوش دادن به آن چه احساسی داشته است. و سپس برعکس، شخصی ب به اشتراک می گذارد و شخصی الف سوالات می پرسد یا آنچه را که احساس می کند می گوید و حرفهای از قبیل دلداری یا تشویق می زند. اشتراک گذاری در مورد خود گذشته و خود فعلی یا نامه‌ای که به خود نوشته اید ممکن است آسان نباشد، زیرا باید زندگی شخصی خود را به اشتراک بگذارید. اما شما می توانید فقط آنچه را که می خواهید در مورد خودتان به اشتراک بگذارید. من شما را مجبور نمی کنم که داستان شخصی خود را بگویید. بنابراین امیدوارم تحت فشار نباشید. اما کسانی از شما که دوست دارید داستان خود را به اشتراک بگذارید، می توانید هر چقدر که می خواهید این کار را انجام دهید. هرچی بیشتر در مورد خودتان صحبت کنید، همکلاسی شما شما را بیشتر می شناسد. سپس ویدیو را در اینجا متوقف کنید و پس از شراکت با کسی آزادانه گفتگو را شروع کنید. وقتی شما و همکلاسیتان به اشتراک گذاری آثار هنری خود پایان دادید، آثار هنری خود را با یکدیگر عوض کنید. شخصی الف آثار هنری خود را به شخصی ب می دهد و شخصی ب آثار هنری خود را به شخصی الف. سپس شما یک بار دیگر زمان خواهید داشت تا از نزدیک به آثار هنری یکدیگر نگاه کنید و در مورد آن فکر کنید. با گذشته و حال همکلاسی خود آنطور که هست روبرو شوید و حسش کنید. ممکن است هرگز ندانید که او در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد. اما ممکن است بتوانید بر اساس داستانهایی که به شما گفته است به طور مبهم درباره آن فکر کنید. در حین فکر کردن به همکلاسی خود، افکار و احساسات خود را در تصویر بیان خواهید کرد. راه‌های زیادی برای انجام این کار وجود دارد. ابتدا می توانید آنچه را که احساس می کنید بیان کنید. وقتی آثار هنری او را دیدید و داستان او را شنیدید، چه احساسی داشتید؟ خوشحال بودید یا ناراحت؟ یا همزمان خوشحال و غمگین بودید؟ با شنیدن یک داستان شاد خوشحال شدید یا با شنیدن یک داستان تلخ دلتان شکست؟ دوم، می توانید حد بزنید که همکلاسی شما باید چه احساسی داشته باشد و آن را بیان کنید. ما هرگز واقعا احساسات طرف مقابل را نمی دانیم. اما شما به این فکر می کنید که ممکن است چه احساسی داشته باشد و آن را بیان کنید. در این فرایند احساس شما نیز ممکن است با هم مخلوط شوند. و سوم، شما می توانید یک نقاشی از همدردی خود بکشید. بنابراین شما چیز را ترسیم می کنید که همکلاسی خود را که بر دوران دشوار زندگی خود غلبه کرده است تشویق و تسلی می دهد. می توانید چیزی بکشید که ذهن فرد را آرام کند. می توانید با روش انتزاعی از یک فضای گرم را بیان کنید یا چهره او را بکشید. بنابراین راه های مختلفی برای بیان وجود دارد. اکنون ویدیو را مکس داده و فعالیت را ادامه دهید. وقتی طراحی را تمام کردید، باید یک نامه کوتاه در پشت آن بنویسید و همه باید عنوان آن نامه را این گونه بنویسند. جای خالی یک شخص ارزشمند است که غیر قابل جایگزین است. شما می توانید اسم را در آن جای خالی قرار دهید. سپس شما آزاد هستید که بقیه نامه را بنویسید، اما لطفاً بنویسید که در هنگام گوش دادن به داستان همکلاسی خود چه افکاری داشتید. چیزهای دیگری را که می خواهید بگویید را اضافه کنید و در پایان پیامی از تشویق، آرامش و محبت آمیز بنویسید. ویدیو را مکس کنید و نوشتن نامه را شروع کنید.
اگر نوشتن نامه را تمام کرده اید، این زمان را بگذارید و نقاشی خود را به عنوان هدیه به همکلاسی خود بدهید. هدیه را دادید. من قبلا از شما خواستم که به این فکر کنید که دوست داشتن همسایه شما چقدر با عشق خدا ارتباط دارد. سعی می کنم در مورد آن صحبت کنم. قبل از شروع می خواهم به شما بگویم که این بر اساس ایمان مسیح است. خدا پسرش عیسی را به زمین فرستاد تا ما را نجات دهد. اما فقط به این دلیل که عیسی پسر خدا است به این معنی نیست که آنها دو موجود متفاوت هستند. از آنجا که خدا در قالب جسم و زمین آمد، عیسی 100% خدا و 100% انسان بود. پس عیسی خدا و نجات دهنده است. با این حال بسیاری از مردم نمی‌دانستند و باور نداشتند که عیسی نجات دهنده است. آنها عیسی را بر صلیب میخکوب کردند و گفتند که خود را پسر خدا نامیدن گناه و کفر است. عیسی که بی‌گناه بود تحقیر شد و مورد تمسخر قرار گرفت و بر روی صلیب کشته شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. او مرد و بعد از 3 روز زنده شد. به نظر می رسد که او بر روی صلیب شکست خورده است. اما با رستاخیز خود جلال یافت. عیسی این را قبل از مرگ بر روی صلیب به شاگردانش گفته بود. یک فرمان جدید به شما می دهم. یک دیگر را دوست بدارید. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز باید یک دیگر را دوست داشته باشید. او فقط نگفت که همدیگر را دوست بداریم، بلکه به همدیگر عشق بورزیم همانطور که او ما را دوست دارد. آخرین بار به شما گفتم که عشق خدا به پایان و به نهایت است. درست است؟ خداوند خالصانه ما را با عشق خود آفرید. بنابراین دلیل این که ما می توانیم یک دیگر را دوست داشته باشیم این است که خدا ابتدا ما را دوست داشته. آیا می دانید تفاوت بین عشق ورزیدن بدون شناخت خدا و با شناخت عشق خدا چیست؟ وقتی عیسی را نمی شناختم عشقی داشتم که مثل آتش بود. این در لغت به معنای عشقی است که مانند آتش سوزان شدید شروع می شود، اما با گذشت زمان این عشق به سرعت سرد می شود. درست مانند زمانی که آتش خاموش می شود. به همین دلیل نتوانستم برای مدت طولانی کسی را دوست داشته باشم. فکر نمی کنم خانواده، دوستان، معشوق یا همسایگانم را دوست داشتم. البته از بیرون می توانستم وانمود کنم که آنها را دوست دارم، اما این خیلی طول نکشید. تنها پس از تجربه عشق عیسی بود که فهمیدم و یاد گرفتم که عشق واقعی چیست. فهمیدم که عشق واقعی در شرایطی سخت نور میتواند. وقتی شرایط و محیط خوب باشد حال همه خوب است، اما فقط عشق است که به شما اجازه میدهد با کسانی که در شرایطی سخت هستند بمانید. عشق این نیست که کسی را با دیدن عیبها و چیزهایی که دوست ندارید ترک کنید. عشق این است که حتی عیب فرد را همانطور که هستند بپذیرید، ببخشید و در آغوش بگیرید.
حتی اگر اشتباه کند یا کارها را برای شما سخت کند. فهمیدم که بدون تلاش نمیتوانم عمیقاً عشق بورزم و همچنین متوجه شدم که آن تلاش با قدرت و اراده خودم غیر ممکن است. بنابراین من هر روز به محبت و کمک خداوند نیاز دارم. پس محبت خدا چگونه است؟ خیلی نامفهوم است. این همان چیزی است که کتاب مقدس در مورد عشق میگوید. شماره 4، محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. 5، محبت رفتاری ناشایسته ندارد. خودخواه نیست، خشمگین نمیشود و کینه به دل نمیگیرد. 6، محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. 7. محبت در همه حال صبر می کند و در حال خوشباور و امیدواری است و هر باری را تحمل می کند. عشق واقعی همین است. من به خدا ایمان دارم و یاد می گیرم که چگونه یک فرد را واقعا دوست داشته باشم. اما هنوز هم انسان شکننده‌ای هستم. بنابراین خیلی وقتها پیش می آید که من کمبود عشق دارم. وقتی این اتفاق می افتد من همیشه این کلمات را می خوانم و سعی می کنم دوباره عشق بورزم. من معتقدم که محبت عیسی در میان ما بیشتر خواهد شد وقتی که ما یکدیگر را بر اساس تعالیم عیسی دوست داشته باشیم. همانطور که من شما را دوست داشتم، شما نیز باید یکدیگر را دوست داشته باشید. حالا کمی فهمیدید دوست داشتن همسایه ها چه ربطی به محبت خدا دارد؟ بنابراین امروز درست مانند کلاس گذشته از زمانی را داشتید که دیگران را گرامی بدارید و عشق خود را ابراز کنید. چطور بود؟ ویدیو را برای لحظه ای مکس کنید و آزادانه به اشتراک بگذارید که معرفی آثار هنریتان و گوش دادن به هم کلاسیتان چگونه بود. در حین فکر کردن به او چه احساسی داشتید و وقتی هدیه را از او دریافت کرده اید چه احساسی داشتید؟ امیدوارم کلاس امروز یک زمان مفید و لذت بخش بدون هیچ باری بر دوش شما بوده باشد. امیدوارم همه ما با تمرین عشق به خدا و عشق به همسایگان زندگی پر از عشق و لطف داشته باشیم. سپس کلاس امروز را در اینجا تمام می‌کنیم. با تشکر از توجه امروز شما.